نمیدونم تا حالا نقش‌نگاری‌های توی غارها رو دیدید یا نه. ما توی این سفر به همت بچه‌های گروه گردشگری و راهنمایان گردشگری و خراسان شمالی و در معیت آقای دکتر وحدتی اومدیم تا به نقش‌نگاری‌های روستای زینکانلو و مردکانلو سر بزنیم و توی این سفر آقای معصومیان از نماینده بچه‌های راهنمایان گردشگری و خراسان شمالی زحمت این سفر رو واسه ما چیده بودن تا ما بتونیم این سفر تجربی و این سفر به دل تاریخ و باستان رو انجام بدیم. توی این سفر با ما همراه باشید تا بتونیم این مناطق رو به شما نشون بدیم. سلام، من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. من علی وحدتی هستم، باستانشناس و کارمند اداره میراث فرهنگی خراسان شمالی. یکی از علایق پژوهشی من سنگ نگاره هاست و رنگی نگاره ها که به هنر صخره ای مشهورن در تمام دنیا. ما هم در استان خراسان شمالی یک مجموعه غنی از سنگ نگاره ها و رنگی نگاره ها رو داریم که بیشتر اونها در دره اترک تمرکز دارن. ما سه تا از این رنگی نگاره ها رو هدف گذاری کردیم در زینکانلو، مردکانلو و اولنگ لیلی در نزدیکی باش محله که همه در بخش بالایی دره اترک هستند. قدیمی ترین نقاشی غار و مشهورتریناش که کارهای آزمایشگاهی روش انجام شده و با تاریخ گذاری دقیق میشه در موردشون حرف زد، غارهای لاسکو و آلتامیراس. غار لاسکو در جنوب غربی فرانسه است و آلتامیرا هم در اسپانیا. هر دوی اینا داخل غارها یه سیستم غار پیچیده‌ای دارن، مثل اینا اشکف نیست، مثل اینا پناهگاه صخره‌ای نیست، جایی که کلی گالری و تونل‌های مختلف داره و در هر دالانی نقشه مختلف است. معمولا نقشه‌ای که در اونجا هست نقشه بیزون یا این گاوای وحشی خیلی بزرگ هستش که رژیم اصلی غذایی انسان‌های شکارورز خیلی گذشته رو، دوره پالئولیتیک رو تشکیل میدن. آزمایشایی که انجام شده در اونجا نشون داده که اینا مربوط به دوره ماگدالینی یه هستش که 16000 سال پیش تقریبا قدمت اینا هست. در ایران هم این مجموعه تقریبا غنی از این نقاشی‌های غاری وجود داره، بیشترشون در غرب ایرانن، در منطقه لرستان. مشهورتریناشون غارهای دوشه، غار میرمالاس و یه سری از غارهای دیگه در منطقه کوهدشت لرستانه. ولی در شمال خراسان هم یه مجموعه خوبی از این نقشا وجود داره. این مجموعه را هم محلی‌ها شناسایی کرده بودن، منتها ما سال گذشته اینجا رو اومدیم در واقع مستندسازی کامل کردیم و الان در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسیده و در سطح جهانی هم معرفی کردیم به عنوان یک نمونه از هنر صخره‌ای که جذابیت‌های گردشگری داره که توریست‌ها میتونن بالاخره استفاده بکنن. مجموعه نقشه که شامل نقشه هندسی مثل این یکی هستش که اگه دقت بکنید روی یه نقش دیگه، یعنی دو لایه نقش روی همه، یعنی یه نقش اینجا وجود داشته، دورای بعدی نقش دیگه روی این اومدن اضافه کردن. آدمی که اینجا این نقاشی رو ایجاد کردن قدیمی تریناش مربوط به حدود 3000 سال پیشه، همش با استفاده از رنگدانهای طبیعی است، معمولا از اکسید آهن یا همون رنگ اخرای خودمون که یک رنگ معدنی هستش استفاده میشه. اون رنگایی که سیاه هستش الان ببینید یه سری نقشه سیاهه یا در واقع قهوه‌ای تیره است، یه سریشون قرمز رنگ، اینا به دلیل ترکیبات رنگ معدنیشه که ببینید چقدر دوام داشته که تونسته الان 3000 سال رنگ در اینجا باقی بمونه. یه سری از رنگای قرمزه بنابراین از اکسید آهنه که همون ترکیب اخرایی که خودمون در طبیعت میبینیم. اون رنگای دیگه منگنز، ترکیبات منگنز داره و آهن داره، معمولا این رنگای معدنی رو پودر میکنن با آب یا با چربی حیوان یا بعضی از جاها با زرده تخم‌مرغ هم میزنن و یک در واقع رنگی ازش به وجود میاد که به دلیل اینکه از مواد طبیعی است میتونه ماندگاری بسیار زیادی داشته باشه. نقشا در دو دوره در اینجا طراحی شده، اینایی که قدیمی تر هستن مربوط به 3000 سال پیشن و اونایی که جدیدتر هستن مربوط به 800-900 سال پیش هستن که همون نشانه های خاندانی یا تمغه هایی که گفتم در بینشون قابل شناسایی است.
به اینجا شکارگر تلاش کرده که محیط طبیعی خودش رو تصویر بکنه. همینجوری که میبینید آرزه چشمگیر در این محل، در این منطقه یه رودخونه است و کوه ها هستن. در اینجا هم این شکارگر اومده در اون پانل بعدی که میبینیم کوه رو ترسیم کرده، هم حیات وحش اینجا رو که بز کوهی پدیده غالب این منطقه است رو نقش کرده، هم اینجا جریان رودخونه رو کشیده. ببینید با خطای موازی که مواجن جریان آب رو نشون داده، محیط طبیعی خودش رو الهام گرفته و بعد ترسیم کرده چیزی که در اطرافش میده، جریان آب، کوه، بوز کوهی و نهایتاً صحنه شکار خودش رو که به کمک تور اومده تعدادی از بوزا رو شکار کرده. و میدونید که شکار با تور یک نوع شکار زندگیریه، حیوان رو زنده میگرفتن و یکی از بوزای کوهی که گرفتن اینجا رو بهش افساری بستن و گرفتنش حالا برای رام کردن یا برای نگهداری به عنوان حیوان خونگی. و در اینجا تمام این سناریوی رو میبینید که نقاش اومده 5000 سال پیش تقریبا نقاشی کرده و از خودش به یادگار گذاشته. رنگ اکسید آهن یا همون اخرا که در ترکیب با مواد مایعی مثل آب و چربی و یا زرده تخم معمولا یه خمیر رنگی درست می‌کردن که در اینجا با قلممو کشیده، در بعضی از جا با نوک انگشتشون حتی نقاشی می‌کنن. ولی اینجا همینجوری که می‌بینید کاملا اثر قلممو مشخصه که این بخشا زخیم شدگی و حرکت قلممو کاملا مشخصه. ولی در جاهای هم هستش که دستشون رو مثلا کامل توی رنگ میزنن و بعد پرینت دستشون رو روی دیوار میزنن، یا اینکه با نوک انگشت یه چیزی رو ترسیم میکنن که معمولا زمختره. جایی که اومدیم منطقه کوهستانی بین روستای زینکانلو و مردکانلو از توابع شهرستان فاروج. همونطور که دیدیم امروز با توضیحات آقای دکتر وحدتی از باستانشناسی بسیار معروف استان خراسان شمالی، این منطقه رو حدوداً یک هفته قبل مقالهشون چاپ شده، مقاله تازه چاپ شده و اکسپت شده توی یکی از ژورنال‌های معتبر که حالا من مقاله رو هم توی توضیحات واسهتون قرار میدم. و جایی که امروز دیدیم این نقش‌نگاره‌هایی که دیدیم حدوداً 5000 سال، بین 3000 تا 5000 سال بعضی از اینها تخمین خورده قدمتشون، اما متاسفانه بر اساس توضیحات که آقای دکتر و بعضی از محلی‌ها دادن یک افسانه اینجا هست، یه سری داستان‌هایی هست که اگه پشت سر این مثلا نقش نگاره بز رو بکنن، همونطور که اینجا هم دارید می‌بینید متاسفانه کنده شده، اگه بعد از یک متر اینو برن جلوتر به گنج داخل این میرسن، که به همین دلیل به خاطر این داستان‌ها متاسفانه بعضی از اینها تخریب شده و بعضی از اینها کلن از بین رفته. و امیدوارم شما به عنوان بیننده و به عنوان مخاطبی که توی این کانال هستید گول اینجور حرفا رو نخورید، گول اینجور تبلیغات رو نخورید. تمام اثراتی که اینها داره فقط باعث از بین رفتن آثار باستانی خودمون میشه و آیندگان ما دیگه نمیتونن از این نقشنگاره ها و از این آثار استفاده کنن. این غارها هم مربوط به زندگی دوره زندگی غارنشینی بشر نیست. این منطقه برخلاف دشت‌های باز که امکان زندگی و یک جانشینی روستای در واقع روستای دائمی رو داره، همینجوری که می‌بینید منطقه خشک و در واقع سرد و دشوار برای زندگی است. جای خوبی برای روستانشینی دائمی نیست، جای ییلاقیه. و در گذشته هم از حدود 3000 سال پیش که در اینجا در واقع زندگی شکل می‌گیره، همشون روستاهای کوچیکن که توی ارتفاعات در فضا در هوای مناسب تابستان معمولا در اینجا هستن و معمولا هم نظام زندگیشون بر مبنای دامداریه. و بعد یک سری از نشانهایی رو در این غارها و اینا از خودشون گذاشتن که همون نشانهای خاندانیشون و اینا هستش. امیدواریم بتونیم از این مناطق بیشتر حفاظت کنیم، هم خود اهالی و هم بقیه گردشگرا که میان بیشتر حواسمون به این مناطق باستانی و کهن باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.